اما چند درصد ما رطوبت داشته باشیم بهتر هست. دوستان ببینید، شما اون 110 رو به خاطر داشته باشید. سلام، از مجموعه فارمفا در خدمت شما هستیم. این جلسه میخوام در رابطه با عوامل مؤثر بر رطوبت بستر طیور مطالبی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. در رابطه با رطوبت بستر طیور، حالا چه بلدرچین باشه، چه مرغ گوشتی باشه، یا مرغ مادر یا لاین باشه، در حالت کلی کلیه کنترل ها باید روی رطوبت بستر انجام بگیره. سوالات بسیار زیادی از ما میپرسند در رابطه با رطوبت بستر، اینکه چگونه ما رطوبت بستر رو کنترل کنیم، چه عواملی باعث میشه که رطوبت بسترمون بالا بره و نحوه کاهش رطوبت بستر و نحوه تهویه رو، اینها رو خدمت دوستان تک تک توضیح خواهیم داد. مورد اول اینکه زمانی که طیور آب بیشتری رو مصرف میکنن، ما شک میکنیم و پی میبریم که رطوبت بستر آرام آرام داره بالا میره. اما اینکه چه زمانی طیور آب بیشتری رو مصرف میکنن، اینم بستگی به مدیریت شما داره. باید بستر خودتون رو کنترل کنید، گله خودتون رو کنترل کنید، ببینید دماتون رفته بالا، مشکلات داخلی دارن، مشکلات گوارشی دارن، آیا نمکتون رفته بالا. همه اینها مواردی هستن که طیور در واقع آب بیشتری رو میتونه مصرف کنه. از طرفی شما در واقع منبع آب خودتون حتما باید یک کنتور تعبیه کنید و جاسازی کنید تا بتونید میزان آب مصرفی داخل سالن خودتون رو کنترل کنید و میزان رطوبت داخل سالن خودتون رو از اونجا تشخیص بدید. نکته بعدی زمانی است که درجه حرارت سالن بالا میره. خب علت این که درجه حرارت بالا میره، اینها باید کنترل بشه. سنسورهای داخل سالن حتما باید کنترل بشه. تهویه‌تون باید چک بشه، چه تهویه‌تون فول کار میکنه یا به هر حال کولپت‌هاتون باید کنترل بشه. همه اینها دست به دست هم میدن تا در واقع دمای سالن خودتون رو پایین بیارید. نکته بعدی در رابطه با رطوبت نسبی هوای سالن شماست. هر چقدر هوای بیرون رطوبتش بیشتر باشه، رطوبت داخل سالنتون هم بیشتر خواهد شد. به همین خاطر رطوبت بسترتون هم بالا خواهد رفت. این هم یک نکته است. سعی کنید دوستان از طریق تهویه رطوبت داخل بستر خودتون رو به بیرون انتقال بدید. اگر این رطوبت باقی بمونه و همراه مدفوع طیور، همگی باعث میشن که گاز آمونیاک در واقع متصاعد بشه. وقتی اینها متصاعد شد، مشکلات چشمی، مشکلات ریوی و سایر بیماری ها سراغ طیورتون خواهد اومد که حتما دوستان اینها رو مد نظر قرار بدن. نکته بعدی زمانی است که شما نمک زیری خودتون رو ناخواسته بالا میبرید، یعنی اینکه از پودر ماهی بیشتری استفاده میکنید، از منابع نمک بیشتری استفاده میکنید. وقتی میزان نمک بالا رفت، طیور میل به خوردن آب بیشتری پیدا میکنن و در نتیجه مدفوع آبکی اینها باعث میشه که در واقع رطوبت بستر شما بالا بره. وقتی رطوبت بالا رفت، همون مشکلات براتون ایجاد خواهد شد. نقطه بعدی زمانی است که شما انرژی زیره خودتون رو پایین بیارید و پروتئین زیره خودتون رو بالا ببرید. این دوتا رو سعی کنن دوستان بالانس کنن، حتما با مشاورین محترمی که در فارم خودتون هست، چه مشاوران دام و طیور، چه دام پزشکان محترم، با اینها مشورت‌های لازم رو در رابطه با بالانس کردن زیره حتما انجام بدید. مورد بعد این هست که وقتی طیور دان رو به صورت پلت استفاده می‌کنن، به آب بیشتری نیاز پیدا می‌کنن. به همین خاطر باز باعث میشن که در واقع رطوبت بستر شما بالا بره. مورد بعدی زمانی که آب شما آلوده است، آلوده به انواع اقسام میکروارگانیسم ها هست. در ویدیوهای قبلی هم توضیح دادیم. دوستان همیشه هر دوره که میخوام پرورش بدن، چه بلدرچین، چه قاز، چه اردک، چه طیور، در واقع بستر یک نکته مشترک بین تمامی طیور هست. حتما سعی کنن در رابطه با بستر
مطالعات لازم رو داشته باشن. این مواردی هم که خدمت دوستان توضیح میدیم اینم مد نظر قرار بدن تا بتونن بستری سالم، بستری در حد اینکه شما 25-30% بتونید رطوبت داشته باشید به همین اندازه کفایت میکنه که شما بتونید در واقع تولیدتون رو بالا ببرید، میزان محصولتون رو بالا ببرید و بازدهی خوبی در سالن داشته باشید. و آخرین نکته این هست که طیوری که در قفس هستن آب بیشتری رو مصرف میکنن، چون حرکت اینها کم هست، به هر حال سر جای خودشون ایستادن و مرتب دارن میخورن، حرارت بدنشون بالا میره، از یک طرف آب بیشتری هم مورد استفاده قرار میدن. من علاقمندم این رو بر روی شکل هم خدمت دوستان توضیح بدیم تا کاملا مطلب به هر حال جا بیفته تا بتونن دوستان از این مطلب استفاده لازم رو داشته باشن. Factor influencing and affected by litter wetness، یعنی اینکه تأثیر رطوبت رو بر روی بستر اینجا میبینید. ما این رو تک تک خدمت دوستان توضیح میدیم. Weather and environment، آب و هوا و محیط، در واقع آب و هوای بیرون یا داخل سالن رو مورد بررسی قرار داده و در شکل هم شما این رو میبینید. اگر حالت بارانی رو داشته باشید، یعنی آب و هوای بارانی رو داشته باشید، میزان رطوبت بسترتون حتما بالا خواهد رفت، تأثیر میذاره روی داخل سالنتون و رطوبت داخل سالن خودتون رو هم افزایش خواهد داد. سعی کنید در این موارد تهویه های خودتون رو در واقع کنترل کنید و بتونید از تهویه ها استفاده کنید تا رطوبت بستر خودتون رو بیرون برید. نکته بعدی relative humidity، یعنی در واقع رطوبت نسبی هست در داخل سالن. دوستان این هم میتونن از طریق رطوبت سنس ها کنترل کنن و از طریق دما و تهویه و از طریق هیترها و تهویه بتونن به راحتی رطوبت اضافی سالن رو به بیرون انتقال بدن. نکته بعدی دایت اند نوتریشن، یعنی اینکه جیره و تغذیه خیلی مهمه. شما سعی کنید جیره های خودتون رو جیره های بالانس شده استفاده کنید. در اسلاید قبلی هم خدمت دوستان توضیح دادیم هر چقدر از انرژی بیشتر از پروتئین کمتر استفاده کنید رطوبتتون به هم میخوره. سعی کنید بالانس جیره خودتون رو کنترل کنید. مورد بعدی فلاک منیجمنت، یعنی اینکه مدیریت گله خودتون رو داشته باشید از بابت اینکه ببینید گلتون دچار استرس هست، یک جا جمع شدن، پراکنده شدن، در واقع گلتون احساس گرما میکنه، احساس سرما میکنه. این هم علائمی هست که از این طریق میتونید گله های خودتون رو کنترل کنید. مورد بعدی لیتر مویستر، یعنی اینکه رطوبت خود بستر. هنگام خرید بستر یا پوشال دوستان سعی کنن اون رطوبت لازم رو در نظر بگیرن. باز در جلسات قبلی هم توضیح دادیم 25-30% اگر رطوبت پوشالتون باشه بهترین پوشال هست، از پوشالهای مناسبی استفاده کنید، رطوبت مناسبی داشته باشه، رطوبت استانداردی داشته باشه تا بتونید در واقع رطوبت نسبی داخل سالن خودتون رو کنترل کنید. مورد بعدی ventilation and heating، بحث کنترل تهویه و دما هست. این هم میتونید هم به صورت دستی از طریق دما سنس ها و رطوبت سنس ها، هم میتونید از طریق در واقع دیجیتالی توسط سنسورهایی که در داخل سالن خودتون نصب میکنید حتما اینها رو مورد ارزیابی و کنترل قرار بدید تا رطوبت مناسبی رو در دسترس داشته باشید. اما چند درصد ما رطوبت داشته باشیم بهتر هست؟ دوستان ببینید، شما اون 110 رو به خاطر داشته باشید، یعنی اینکه مجموع بین دمای سالن و درصد رطوبت، اینها اگر در حد 110 شد، این 110 یک شاخص بسیار خوبی برای شما هست. اگر بیش از این شد حتما کنترل های لازم رو انجام بدید. اگر کمتر شد باز دوباره کنترل کنید تا به اون نقطه اپتیموم و استاندارد برسید و بتونید دما و رطوبت مناسبی رو داشته باشید. پس دما به علاوه رطوبت مساوی 110، حتما دوستان این رو در حالت کلی در نظر بگیرن تا رطوبت مناسبی رو در سالن خودتون داشته باشن. مورد بعدی هاوزینگ هست.
هاوزینگ به معنی سالونداری هست، اصلا سالون مورداری خودتون رو چک کنید، از بابت تهویه، پنجره، رطوبت، آب، نحوه گله ایستادنشون، بعد عایق بندی، دیوارها، نحوه رفتار کارگر، این رو سعی کنید در داخل سالن خودتون حتما مد نظر قرار بدید و سیستم هایی که در داخل سالن خودتون نصب کردید حتما اینها رو هم بازرسی و چک بفرمایید. مورد بعدی درینکینگ سیستم هست، یعنی اینکه سیستم های آبخوری خودتون رو چک کنید و کنترل کنید، اگر اینها نشتی داشته باشن چکه بکنن، حتما میزان رطوبت بستر شما رو بالا میبرن. این هم مواردی است که دوستان حتما رعایت میکنن و بیشتر از این هم رعایت خواهند کرد. و مورد بعدی هلث اند دیزیز، یعنی بیماری و در واقع بهداشت، این دوتا هم خیلی برامون اهمیت زیادی داره. همون بحث بیو سیکیوریتی در داخل سالون هست یا در داخل فارم هست، بحث بهداشت و امنیت بهداشت داخل سالون هست، این رو مد نظر قرار بدید. پایش کنید طیور خودتون رو، حالا این طیور باز عرض کردم خدمتتون، چه بلدرچین باشه، چه غاز باشه، چه اردک، بوقلمون، طیور گوشتی، مرغ تخم‌گذار، مرغ بومی، همه اینها در واقع به پایش نیاز دارن، به کنترل نیاز دارن، به مانیتورینگ نیاز دارن. سعی کنید که بیماری های اینها رو چک کنید، کنترل کنید، به موقع واکسن اینها رو بزنید تا بهترین تولید رو در سالن خودتون داشته باشید. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر دوستان سوالی در زمینه رطوبت بستر داشتن حتما عنوان کنن تا در اسرع وقت به سوالات شما عزیزان پاسخ داده بشه. خیلی ممنون. خدا نگهدار.